افغانستان کشوری با چارچوب‌های سنتی است که هنوز قوانین مردسالارانه به وضوح در جای جای کشور دیده می‌شود. اما با همین حال زنانی وجود دارند که فراتر از محدودیت‌های موجود قدم برمی‌دارند. زنانی که برای رسیدن به خواسته‌هایشان دست از تلاش کردن بر نمی‌دارند. زیبا ابراهیمی هستم، بازیگر. تعداد بسیار کمی هست در این مسلک که من هستم. مثلا من به عنوان یک دختر، البته من مشکل ندارم، شاید یک دختر خانم دیگه مشکل داشته باشه، فامیلش از یک طرف اجازه نمیده یا که مثلا اینی مشکلات اینطوری. زهرا فریزی هستم، قبلا عضو تیم ملی بودم، تقریبا 7 سال عضو تیم ملی والیبال بانوان افغانستان بودم و الان مربی تیم ملی والیبال بانوان افغانستان هستم و همطور مسئولیت تیم جوانان را هم به عهده دارم. مدرک لول 1 را از خود کابل گرفتم و لول 2 را از بحرین گرفتم و فکر میکنم تنها ترین و اولین زن افغانی هستم که مدرک لول 2 یا اینترنشنال سرتیفیکیت را دارم. یا شد؟ طبعا ما مشکلات زیادی رو پشت سر گذاشتم و یک زن افغان 100% با مشکلات زیادی روبرو هست، خصوصا اگه یک زن ورزشکار باشه، یعنی لباس ورزشی بپوشه، در میادین حضور پیدا کنه، یا سفرهای خارجی داشته باشه یا سفرهای داخلی داشته باشه. و ما به عنوان یک مادر، به عنوان یک کسی که هم درس میخونه و هم که وظیفه داره، مشکلات ما به نظر من چند برابر بوده. اینا رضایی هستم، مسئول سنتر کافر و 3 سال میشه که این کافر ایجاد کرده. خیلی علاقه داشتم که یک کافه داشته باشم، با کافه ها رو همیشه دوست داشتم و این که دوست داشتم یک تجارت شخصی داشته باشم. سنتر کافه از یک جای خیلی کوچیک و خرد شد تا که امروز اینجا هست و تقریبا شاید 4 یا 5 برابر بزرگتر شده، سرمایه شاید 5-6 برابر بیشتر شده و همه از اینا طی از همین 3 سال اتفاق افتاده. از مشکلات کاریت بگید، چه مشکلاتی در طول کارت برات به وجود میاین؟ وقتی که میبینن ما را، وقتی که تنها باشم، تو همون دختر هستی که در فیلم کار میکنی، چطور چنان؟ بعضی وقتا مجبور هستم بخیم کار کنم، بگم نه او یک کسی دیگه است، من نیستم. بعضی وقتا میگم من هستم، به خاطر که میبینم اول برخوردشان چی رقم است. ولی میتونم حداقل برشان این را بگم که اول خب اگر که مشکل فامیلی داریم، بخاطر که خود من مشکل فامیلی داشتم، اگر مشکل فامیلی دارین میتونین که با فامیلتان بیاین، برشان جا را نشان بدین، آدم ها را معرفی کنین، برشان خاطر جمعشان کنین که کدام مشکلی نیستن. یکی از مشکلاتی که یک خانم ورزشکار داره، دید جامعه نسبت به او، یا مشکلاتی که در بیرون از خانه داره و طبعا مشکلاتی که در داخل خانه داره. خب من همه این مشکلات را داشتم، نمیگم نداشتم، ولی خب با ایمانی که به هدف خودم داشتم، با علاقه که به هدفم داشتم، سعی کردم که سختی ها را کم رنگ ببینم، نه اینکه بگم نه اصلا وجود نداره یا یک قسم چشم پوشی کنم. سعی کردم که کم رنگ ببینمشان، چون هر چه مشکلات بهای بیشتر بده، همونقدر برات پر رنگ تر میشن. و سعی کردم تمام چالش ها رو پشت سر بگذارم. حالا اگر که اون چالش توانایی یک زن خیلی فراتر از فرزندداری، شوهرداری، یا آشپزی کردن، یا خانه تمیز کردن، یا مهمانداری کردن هست. اگر واقعا به توانه یک زن بها داده بشه، ارزش داده بشه، توجه بشه، من فکر میکنم توانه یک زن خیلی فراتر از اینها هست و همین تفکر فکر میکنم که باعث شده که من واقعا عقب نکشم. بعضی مردم افغانستان فکر میکردن زنها باید در یک سری چارچوب ها کار کنن، چارچوب هایی که برای از اونا معرفی شده، شغل هایی که برای از اونا معرفی شده،
و وقتی که من کافه رو ایجاد کردم، البته در کابل تن زن دیگه هم هستن کافه و رستوران دارن و بعضی ها عکس العمل خوب نشان میدادن، بعضی ها تعجب میکردن، بعضی ها میگفتن نمیتانی. من در اول وقتی که کافه رو شروع کرده بودم، من با خانواده خود مشورت نکردم، چون که میدانستم اونا در شروع پشتیبان من نیستن. و بعد از چند ماه در خانواده خود گفتم، خیلی تعجب کردن، برادرم خوشش نیومد، پدرم زیاد استقبال نکرد. و من فکر میکنم من به اون نشان دادم که فقط پسرها نمیتونن مثلا بیزنس داشته باشن، یک تجارت کنن، زنها هم میتونن. با اینکه مثلا من شاید بیشتر وقتها مشکلاتی هم سر راهم بوده از لحاظ مالی، از لحاظ اقتصادی، اما من هیچ وقت از خانواده کمک نخواستم. اگر من موهای به خاطر کار ایران میکنم، اگر از مردم به گپ میشنم کلش، به خاطر ازی هست که خودم فضا را ایجاد کردم برای خودم و برای فامیلم که مرا دمی چیزی که هستم و دوست دارم بپذیرن، که پذیرفتن خدا را شکر با کلی تلاش. حرفی که میخوایم بگویم این است که دست از تلاش کردن بر ندارن. خب مهمترین گزینه بر ما، بر دختر خانمایی که میخواین البته بیاین در این مسلکی هست که دست از تلاش کردن هیچ چیز آسان نیست، فقط باید تلاش کنیم. خوشحال هستم که تونستم با یک امید به آینده، با امید به اهدافی که داشتم، با ایمانی که به اهدافم داشتم و علاقه‌ای که داشتم، بتونم که این مشکلات رو خیلی کم رنگ ببینم و در مقابل بزرگی هدفی که دارم برای من آشیز باشم. من فکر میکنم هیچ کاری نشد نداره. یکی میگن این کار زنانه نیست یا محیط نمیطلبه، کسی که اگر بخواه و برای از اون کار برنامه ریزی کنه و تلاش کنه حتما میشه. از من سخت بود، کار آسانی نبود. من مثلا شبها باید دیر وقت خانه میرفتم، باید صبح زود میامدم، بعض وقتا همزمان با اینجا در جای دیگه کار میکردم، اما باید من وقتی مثلا اینجا میکردم تا اینجا بهتر میشد. حسیبای بازیگر، زهرای ورزشکار و یا مینای صاحب تجارت، هر کدوم از اینا فقط نمونه کوچکی از زنانی هستند که با وجود تمام سختی‌ها و مشکلاتی که داشتن، برای رسیدن به حقوق و اهدافشون جنگیدن، سختی کشیدن و ثابت کردن که زن بودن به معنای ضعیف بودن نیست.